أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدومي يا كوياك شمرا بإن مسجد خير رمضان ميويم و ادامه صحبت هایی که در روزهای گذشته ایام گذشته رمضان داشتیم انجام میدیم و گفته بودیم که رمضان ماهی است، موسم است یا فرصت است بسیار بزرگ که در آن عملها زیادتر می شوند و دروازه های خیر و برکت برای طالبان این ماه مبارک خوشاده می شوند. رمضان ماه رحمت و مغفرت و انفاق است. در قرآن هم از رمضان به عنوان هدایت کننده مردم یاد شده است که خداوند تبارک و تعالی چنین می فرماید: استعیذ بالله، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است و آن هدایت کننده مردم است. احادیث زیاد در رابطه با فضیلت و بزرگی این ماه وارد شده است. در صحیح بخاری و مسلم چنین آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند چون رمضان فرا رسد درهای بهشت گشاده می شوند و درهای جهنم بسته می گردند و شیطان های سرکش به زنجیر کشیده می شوند. چون در ماه مبارک رمضان عملهای خیر زیادتر میگردد دروازه های بهشت گشاده میشود و برعکس چون اهل ایمان در این ماه مبارک کمتر مرتکب گناه میشوند شیطان ها زنجیربند کرده می شود. خداوند تبارک و تعالی پنج چیز را در ماه مبارک رمضان از خصوصیات امت اسلامی قرار داده است که عبارتند از خوشبو بودن دهان روزدار نزد الله ذوالجلال که در نتیجه خالی بودن معده به وجود می آید و این نزد مردم ناپسند است و همین نزد خدای بزرگ از بوی مسک از بوی عطر دیده بهتر است. چرا؟ چون در نتیجه عبادت به خدا پدید آمده است، در نتیجه طاعت به وجود آمده است و هر آنچه که در نتیجه و در اثر طاعت و عبادت خداوند بزرگ به وجود می آید چی؟ نزد خدا محبوب است و خداوند
برای اون عبادت کننده از اون بهتر و خوبترش را انشاءالله عطا میکنه. دویم، استغفار ملائکه برای روزداران تا افطارشون میباشد، یعنی از صبح صادق که شخص روزدار یا که یک بنده مؤمن روزه میگیرد تا وقت افطار، ملائکه های مقرب، ملائکه های معصوم و مکرم در نزد خدا برای اون شخصان روزدار طلب استغفار میکنند. این دلالت بر چی میکنند؟ بر بلند بودن قدر و مرتبه روزدار میکنند. سیوم، خداوند هر روز بهشت خود را برای روزداران زینت میبخشد و میفرماید نزدیک است که بندگان نیکوکار من مشقت را از دوش خود دور می افکنند و به سوی تو می آیند. مشقت اینجا گرفتاری های دنیا را در نظر دارند و خداوند بهشتش را زینت می دهد به خاطر تشویق بندگانش، به خاطر تشویق بنده های روزدارش. چهارم، در ماه مبارک رمضان شیطان ها زنجیر بند کرده می شوند و زنجیر کشیده می شوند و نمی توانند مثل ماه های گذشته به هدف های خودشون دست بیابند. لذا مشاهده میکنیم و میبینیم که بندگان صالح و نیکوکار خدا از دیگر ماه ها دیده بیشتر در ماه رمضان از خود رغبت به کارهای خیر و دوری از گناه نشان میدهند. پنجم، خداوند در ماه مبارک رمضان در آخر شب ماه مبارک رمضان گناهان امت محمد صلی الله علیه و سلم را می بخشد، می آمرزد، به شرط اینکه حق این ماه مبارک را به جای آورده باشند، یعنی روزه گرفته باشند، نماز خوانده باشند، طاعت کرده باشند، عبادت کرده باشند، توبه و استغفار کرده باشند، دعا و مناجات کرده باشند و امثال این کارهای نیک و خیر انجام داده باشند. پس ماه مبارک رمضان برای کسانی که دوری میکنند از گناه و مشغول طاعت و عبادت میشوند بسیار فرصتی است و نعمتی است که شایسته است که چی؟ قدر آن را همگان بدانیم. درست است که دوست داشتن مال و ثروت در نهاد هر کس وجود دارد، اما کسی که از همون دارایی و مال و ثروتی که خدا برای او داده است در راه و رضای خدا انفاق میکند و صدقه میدهد به خدا نزدیک است. یکی از کارهای خوب و زیبایی که در ماه مبارک رمضان نمود و نماد دارد این افطاری دادن و روزداران است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید بدانید که خداوند به عزت خود قسم یاد کرده است که بندگان نمازگزار و سجده کننده اش را عذاب نکند.
ای مردم، کسی که برای یک شخصی مؤمنی روزدار افطاری میدهد به مانند کسی است که یک برده و غلام را آزاد کرده باشد و خداوند از لغزیش ها و خطاهای او میگذرد. یکی گفت: ای رسول خدا، همه ما قدرت و توان افطار دادن نداریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: به پاره از خرما یا مقدار از آب آتش را از خودتان دور سازید. صدقه، انفاق و افطار همچنین یکی از عملهای است که یا از عملهای هستند که تقوای انسان را زیاد میکنند. در حدیثی از ترمذی روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که به روزدار افطار میدهد پاداش همانند پاداش روزدار خواهد داشت، بدون اینکه چیز از پاداش آن روزدار کاسته شود. در جای دیگر از ابو داود روایت شده است که میگه شخصی که به افطار دعوت شود اگر عذر نداشته باید که بپذیرد و بعد از افطاری آن دعوت کننده در حق همون دعوت کننده و افطار دهنده چنین دعا کند: افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. روزداران نزد شما افطار کردند، نیکوکاران طعام شما را خوردند و فرشتگان بر شما درود و صلوات فرستادند. برادران عزیز، بخشش و صدقه بر نیازمندان و احسان بر خیش و نزدیکان در این ماه مبارک بسیار فضیلت و ثواب زیاد دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از هر زمان و وقتی دیگر دیده بیشتر در همین ماه مبارک سخاوتمندتر بودند. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس بالخير. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین انسان ها در سخاوت و بخشش بودند و از همه بیشتر در همین ماه مبارک رمضان سخاوت و بخشندگی داشتند. یعنی سخاوت و بخشندگی بر نیازمندان و اقارب در جامعه، این یک همدیگر فهمی به وجود می آورد. افرادی دارا و غنی در حال انجام دادن این فرمان و دستور الهی یعنی روزه داشتن در خود احساس میکنند گرسنگی و تشنگی نیازمندان، فقرا و تنگدستان را. این توجه، احساس و آگاهی باعث می شود که افراد دارا و مالدار و پولدار در فکری
افرادی مستمند فقیر و تنگدست باشن و سعی کنن برای رفع مشکلات آنها با آنها کمک و یاردم برسانند. در نتیجه در بین این قشری جامعه دوستی، محبت، وحدت و یکجایگی و همدیگر فهمی به وجود می آید، صفا و صمیمیت به وجود می آید که این بغض و کینه، حسد و دشمنی را چیکار می کند؟ از بین جامعه می بردارد. در آخر دعا می کنیم که خداوند خیر و سخاوت و بخشش و صدقه کردگی برادران را به درگاهش قبول کند و هر شب هر بگاه اینجا یک نفر یک افطار یک خیر برای بنده های روزداری خداوند تبارک و تعالی انجام می دهد. خداوند افطار دادگی اونها را به درگاهش قبول کند و این مایه تقرب آنها به الله رب العزه شود. و آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.